بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با وقت بخیر به مجموعه خبری این ساعت خوش آمدین. در نخست عناوین مهمترین های این مجموعه خبری: ذبیح الله مجاهد انتقاد از امیر یا مقام دولتی باید به شکل اخلاقی مطرح شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه نزدیک مطرح شود. اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالای یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشد، بهتر است. اخلاق اسلامی جاب میکنه که حد که حرمت از او را نکنه، عزتش را در جایش حفظ بکنه. روز بین المللی رادیو مشکلات اقتصادی رسانه ها. برخی از خبرنگاران میگویند این روز در حال تجلیل می شود که برخی زیاد از رسانه ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی دچار هستند. خودی ورسته دو کلونو که رادیوگان و اقتصادی لحاظ دیر کارون درولی دی و خبرون محدود شوی دی، و ضرور ده چه دو خبرون به تعدی حالات تور گرزی دو سر اقتصادی برخی که مرسته وشی. واکنش ها در برابر سخنان عبدالرشید دوستام. تحلیلگران سیاسی میگویند روی سخنان افراد خیانتکار باید باور نکرد. در جنگونه در کابل در ورانی در خود طول دوستام دلاسه ده، در خبیز دلاسه شویده، او آینده که هم داد بیا او گوره در طالبان سره پا اغا دور که عدد دشت لیلی خبره در خلکو نیریگی. ادعای ایجاد چهارچوب شرعی برای کار و آموزش زنان. مسئولین امارت اسلامی میگویند در چهارچوب شرعت برای زنان زمینه تعلیم و تحصیل آماده خواهند شد. چوکات اسلام و تمام خواهرها و برادرایی که در داخل کشور هستند، افغانها هستند، برای زنان تمام مسائل کار و حتی تعلیم و تربیه همیشه در چوکات اسلام مطابق عنانات افغانی و شرعت انشاءالله ایرا برشان آماده بذاریم. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی دیروز در سمینار استادان پوهنتون‌های مرکزی گفت که اگر کس از امیر، وزیر، معین یا هم هر شخص دیگر انتقاد میکند، از نزدیک در مورد آن بحث کند. مجاهد میگوید که اصل نقد اخلاقی هم همین است. این در حال است که سراج الدین حقانی سرپرست وزیر وزارت امور داخله در نشست در خوست از وابستگی و دادن رأی خود به دیگران انتقاد کرده و نام کسی را ذکر نکرده است. گفته است سراج الدین حقانی حکومت و حاکمان در هر شرایطی در برابر مردم مسئول هستند. پس از نزدیک به دو سال تأخیر فاصله گفتگو و نظرات مسئولان در استیدها، امارت اسلامی مشخص شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی امارت اسلامی دیروز در سمینار علمی و دینی اساتید پوهنتونهای مرکزی گفت اگر کسی از امیر، وزیر، معین یا هر کسی دیگر انتقاد میکند، از نزدیک در مورد آن بحث کند. اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالای یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشه، بهتر است. اخلاق اسلامی جاب میکنه که حد که حرمت از او را نکنه، عزتش را در جایش حفظ بکنه، از طریق مسئول و محرم و محفوظ برش نزدیک شوه، کسی دیگر نشنه و انتقادات را برش مطرح بسازه. اخلاق عالی و اسلامی همی است. ولی اگر زمینه فراهم نشد، همچون یک موقعی نبود یا کسی انتقاد کرد یا تن سوال کننده مشکلی داشت که نمیتونست با همجور حالت موصوف باشه. این در حالی است که پیش از این نیز سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در نشست در ولایت خوست از وضعیت جاری کشور انتقاد کرده است و گفته بود که گفته و ایجاد سهولت ها برای افغان ها مهم است. گفته سراج الدین حقانی دولت و حاکمان در هر شرایط در برابر مردم مسئول هستند. دولت مسئول نزدیک کردن مردم میباشد، نه مسئول دور کردن آنها. من زنون دوم را حق داره بولی چه خپل رایا خپل فکر دوم را بنده حکم شویده دی طول نظام چلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دام با مزاج که بس یو افتکار یو رایا یو اساس جور شویده. الله جل جلاله دیمو یا تو اعمال اصلاح کی دا حالات برداشت ندی. گوره اولس
که هر څومره بدنام شي بیکاره شي د دین نه لرې شي پرون زما یو مسؤلیت و نن مو بل مسؤلیت دی د نن مسؤلیت چې زه دلته لرمه زه به ولس ځان ته رانږدې کوم در همین رابطه مجاهد میگوید هر کس از امارت اسلامی انتقاد میکند و یا اعتراضی دارد مسئول باید در پیشانی باز جواب دهند و میابزاید بعضی اوقات این اشخاص مربوط امارت اسلامی نمیباشند. انتقاد کرد باز هم به این معنا نیست که امیر و مسئول باید عکس عمل تند نشان بده و او را به زندان بفرسته و اکثر یا مجازاتش کنه، بلکه با بسیار پیشانی باز موضوع را جواب بده، چون یک تن سوال کرد شاید هزاران تن دیگه باشه که سوال نکردن ولی عیلی موضوع در ذهنشان میگرده، باید جواب شوه که همه در روشنی قرار بگیرن و قناعتشان فراهم شد. ای از دستور اسلام، ای از قانون اسلام و ای از منهج حکومت اسلامی. که پس از گذشت یک سال از حکومت امارت اسلامی هیچ کشور حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما امارت اسلامی آن را سیاست دیوانه می‌داند. خبرنگاران افغان میگویند اکثر مرکزهای رادیویی در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی پخش خود را متوقف کردند. روز جهانی رادیو در حال در افغانستان تجلیل می شود که بسیاری از رادیوهای این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی نشرات را متوقف کردند. بنیاد حمایت از خبرنگاران یا نی میگوید که این خبرنگاران به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت در رسانه ها وظایف خود را از دست داده اند. در همین حال خبرنگاران افغان میگویند که نهادهای مربوطه باید در بخش اقتصادی با رسانه ها همکاری کنند تا رسانه ها در افغانستان به ویژه رادیوها از بین رفتن نجات پیدا کنند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که اگر رسانه ها در پرتو ارزش های اسلامی و ملی برنامه ها را نشر کنند از آنها حمایت می شود. وی گفته است که رسانه ها آنچرا که میگویند که منتشر کردند واقعیت دارند. 13 فوریه برابر با روز جمهوری رادیو است که مسلمان در افغانستان نیز در اسلام تجلیل می شود. بر اساس گزارش نهاد حمایت از خبرنگاران نی، بامداد از سر شبکه های رادیویی پخش خود را متوقف کردند و 70% خبرنگاران زن و مرد وظایف خود را از دست دادند. روز رادیو را در حال تجلیل می کنیم که نزدیک به 50% از رادیوی افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و چالش های موجود در کشور غیر فعال هستند. از مجموع 307 رسانه ای که در دو دهه گذشته در افغانستان تأسیس شدند، تنها 170 رسانه صوتی فعلا در افغانستان فعال هستند و از رهگذر غیر فعال شدن رسانه ها به ویژه رادیوها نزدیک به 70% خبرنگارای افغانستان و ویژه خبرنگارای زن بیکار شدند. رادیو وسیله قدرتمند برای بحث‌های دینی است که در آن همه سرنوشت شنیده می‌شود و جامعه از طریق آن می‌تواند مسیر صلح و توسعه حرکت کند. از سوی دیگر خبرنگاران افغان می‌گویند که رادیو همچنان در مناطق دوردست کشور شنوندگان زیادی دارد. که هم اوس د ټکنالوژۍ او ټلویزیون اثر دی، خو لا هم په کلیوالو سیمو کې راډیو اورېدل کېږي او خلک د خبرونو او ورځنیو پیښو د څارلو لپاره له راډیو څخه استفاده کوي. لکه څنګه چې په کلیوالو سیمو کې خلک برېښنا ته او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه لري، نو رادیو یوه ارزانه او اسانه وسیله ده چې خلک کولی شي له هغې څخه خپل خبرونه او نورې پیښې تعقیبوي. رادیو کولی شي چې ډېر مهم پیغامونه او ډېر مهم کارونه ترسره کړي، نو امارت ته ضرور ده چې د رادیو د بډاینې لپاره، د رادیو د غنیتوب لپاره ډېر کار وکړي تر څو دغه وسیله لا هم په ښه ډول وکولی شي خپل فعالیتونه وکړي. اگر رسانه ها بر اساس ارزش های اسلامی و ملی برنامه داشته باشند، پس حمایت حکومت دولت برنامه می شود. اگر این چهار اصول که اصول اسلامی است و همچنان منافع ملی است و همچنان جلوگیری از شایع افغانی است و پروپاگاند محض یا فعالیت های استخباراتی است، از این بیرون شویم،
نظام بسیار شدید طرفدار مطبوعات و رسانه ها است و اگر رسانه ها در این چارچوب فعالیت داشته باشه هیچ مشکلی با او نخواهد بود بلکه حمایت میشه و او رسانه رسانه اصلی کشور ماست و او رسانه ها و فعالیت رسانه ها مجاز هم است و نه تنها مجاز بلکه ستایش میشه. مردم عام با فرارسیدن روز جهانی رادیو ابراز خرسندی می کنند و از حامیان رسانه های افغانستان می خواهند که رسانه ها را حمایت کنند. ما بسیار تشکر می کنم از رادیو که همی خبرها را یا هم برنامه پروگرام نشر می کنند. ما بسیار خوش هستیم ازش. همیشه همی حقیقت ها را گفته و ما می شنیم. و روز رادیو را صد به تمام ملت افغانستان تقدیم میکنم. روز بسیار خوب است و رادیو یک چیز است که آدم از همه شرایط آگاه میسازه. خبرها هم است و صاحب رادیو خوب است به خاطر اطلاعات مردم به همه چیز. رادیو بهترین چیز است. قابل فکر است که در افغانستان خالخم در نقاط تو استفاده رادیو علاقه مردم بیشتر دارد که در اتماد برسن معلومات که با پروگرام های مختلف مردم علاقه مردم هستند و داشت هم با آن گوش بگم و در این اواخر مثلا مشکلات اقتصادی که بارد رسان های سایتی نشانات خود را تلقف کردن و حتی 300 از خبرنگاران و وظایفشان را از دست دادند. تحلیلگران سیاسی میگویند کسی که دستشان به خون مردم افغانستان آلوده است مردم به آنها اعتماد نخواهد کرد. آنها این اظهارات را در حال بیان میکنند که عبدالرشید دوستم در یک کنفرانس ویدیویی در لندن در مراسم بزرگداشت یکی از قماندانان سابق جبهه مقاومت خیر محمد خیرها گفته است که حداقل 40 طیاره و هلیکوپتر نیروهای سابق افغانستان در این کشور موجود است و میگوید که باید جبهه مقاومت سپارده شود. پیش از این امارت اسلامی نیز از کشورها خواسته بود که تیاره های را به افغانستان بفرستد. در همین رابطه تحلیلگران میگویند که دسته کسان است که بر خون مردم افغانستان آلوده است و همیشه مردم را به مبارزه علیه منافع ملی تشویق کردند. به گفته آنها مردم هرگز به آنها اعتماد نخواهد کرد. آنها میافزایند که امارت اسلامی باید برای حل مشکلات موجوده جای خود را به افراد متخصص و مسلکی و وطن دوست در حکومت بدهند. عبدالرشید دوستم مقام سابق دولت افغانستان در نشست یاد بود یکی از فرماندهان سابق گروه مقاومت در لندن گفت که تیاره های نیروهای پیشین افغانستان باید در کشور ازبکستان در اختیار خود آنها قرار گیرد. نیروهای مصالح پیشین افغانستان که همراه آنها هستند در اختیار نیروهای جبهه مقاومت قرار گیرد. دوستان در اظهارات خود در این زمینه آشکار افغانها را به جنگ داخلی تشویق میکند که به گفته آگاهان اموری سیاسی مردم نباید فریب سخنان این شخصیت های محاکمه شده را بخورند و میافزایند که این افراد همیشه منافع ملی را برای منافع شخصی خود زیر پا میگذارند و از مردم به عنوان یک وسیله استفاده میکنند. معاون در رئیس جمهور چه و خپل در معاون اولو هلته چه وکه آغا په خپل تاریخ کې دوستم یو ملحد یو کمونیست او یو اعلی د لاسو یو بی سواده یو غبی انسان او انسان ده ګوره په ټول د تاریخ کې ګوره اول د مجاهدینو سره یې څوک په پرولېخت ولېخت د خلکو وینه تو اول بیا د غنه وروسته د نجیب واقع بیا د وروسته د نورو مجاهدونو سره یې څه وکړ دا جنګونه د کابل دا ورانی د خو ټول د دوستم د لاسه د دغه خبیث د لاسه شوی ده او آینده کې هم دا بیا وګوره د طالبانو سره په هغه دور کې د دشت لیلی خبره د خلکو نه یریږي. برخی دیگر بر این باورند که امارت اسلامی باید افراد مسلکی و آگاه را در حکومت جای دهد و از دخالت سایر کشورها در کشور جلوگیری شود. با گفتی آنها کسانی که دستشان در خون ملت افغانستان آلوده است نباید فرصت مداخله به آنها داده شود. او چهره های سوخته و چهره های آزمودش شدن و این ملت محروم و شکم گرسنه و پابرهنه را مطرح بکنن اشتباه میکنن. ما در کشور خود فعلا بهترین چهره ها داریم، بهترین شخصیت ها داریم. افغانستان به قطع رجال مواجه نیست. باید در افغانستان در امارت اسلامی و رهبرهای محترم امارت اسلامی هم در این جهت کوشا باشند که چهره های خوب و نیک پاک درست و صالح و تحصیل یافته و کاردان و کارفام و خوش سابقه را بیارن در امارت اسلامی تا راستی هم حکومت و پایه های امارت اسلامی مستحکم و استوار و
پابرجا باشند و در وطن ما هم شگوفایی به وجود بیاید، حکومت هم این ایراسی هم حکومت هم محکم شود. قابل یادآوری است که آگاهان امور و جوانان تحصیل کرده کشور میگویند که امارات اسلامی برای وحدت ملی در کشور تلاش های بیشتر را انجام دهد تا به گفته وی به کسانی که در افغانستان آتش جنگ را روشن میکند فرصت مداخله داده نشود. در چوکات اسلام به عنوان زمینی کار و تحصیل برابر می شود. معاون سیاسی وزارت خارجه می گوید که در چوکات اسلام به عنوان زمینی کار و تحصیل برابر می شود. شیر محمد عباس استانکزی در اظهارات تازه تداوم کمک های بشری را مهم خوانده است. در همین حال آگاهان امور و بانوان افغان می گویند که امارت اسلامی باید مشکلات موجوده افغان ها را در نظر بگیرند و با جهان زمینه تعامل سیاسی را برابر سازند. آنها تاکید می کنند که دوام این وضعیت نمیتواند مشکلات را حل کند و باید محدودیت ها بر بانوان پایان داده شوند. مشکلات جاری در افغانستان باید از طریق گفتگو با جامعه جهانی پایان یابد. آگاهان امور میگویند امارت اسلامی باید در محدودیت علیه زنان پایان دهد و هر چه بهتر یک طرز عمل را ایجاد کند تا در اساس آن دروازه های مکاتب برای دختران بازگشایی شود. آنها میافزایند تا زمانی که حکومت سرپرست با جامعه جهانی تعامل سیاسی نداشته باشد مشکلات بیشتر خواهد شد. گوری دوی چی دی نړیوالو ټولنې څخه د پانګونې غوښتنه کوي، دې ته باید هم متوجه اوسي چې نړیوال هم د دوی څخه غوښتنې لري او د دوی په کړنو باندې نیوکې لري. دا څه د پاسه شپاړس میاشتې کېږي چې دوی طالبان په افغانستان کې حاکم دي. په دغو شپاړسو میاشتو کې دوی ونه کولی شول چې د نړیوالو هیوادو سره تعامل وکړي. هغه غوښتنې چې نړیوال ترې لري، هغه مشروع غوښتنې، چې یو مثال به زه درته راوړم، هغه د نجونو د مکتبونو د دروازو خلاصول دي. لومړی دې دوی د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني، د نړیوالو سره دې یو تفاهم ته ځان ورسوي، او بیا د نړیوالو څخه د پانګونې غوښتنه وکړي. که روز گذشته مولوی شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در گفتگوی تازه خود یک بار دیگر وعده داده است که به زودی زنان در پاچوب شریعه کار و تحصیل خواهند کرد. فعلا حکومت اسلامی است. انشاءالله ما میخواهیم که در چوکات اسلام و تمام خواهرها و برادرایی که در داخل کشور هستن، افغانا هستن، برای زنان تمام مسائل کار و حتی تعلیم و تربیه همیشه در چوکات اسلام مطابق عنانات افغانی و شرط انشاءالله ای را برشان آمده بذارید. انشاءالله دیر را کار روان است. انشاءالله ما امیدوار استیم که بزرگترین فرصت انشاءالله ایجور خواهد. دیگر زنان افغان میگویند که تصور نامیت کار با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه هستند و میافزایند که در صورت تداوم وضعیت کنونی زنان با مشکلات بیش مواجه خواهند شد. دختران افغانستان با بسیار مشکلات، با بسیار زحماتی که متقابل شدند، به درس و تحصیل خود پرداختند، با بسیار مشکلات درس خواندند، تحصیل کردند تا بتوانند آینده خود و آینده خانواده خود و آینده کشور خود بسازند. با محرومیت نمودن دختران از درس و تحصیل نشان دادند که هیچ گونه تغییری نکردند. تحلیلگران تاکید میکنند که تعلیم حق همه است و باید در آنها داده شود. آنها میگویند که امارت اسلامی باید هر چه بهتر در چوکات شریعت روی یک میکانیزم ایجاد کند که در اساس آن زنان اجازه کار و تحصیل را داشته باشند. حق تحصیل و کار یک حق اسلامی است برای زنان و از چیزهایی که سخنگویان میگن دیگر چندان اعتبار نمانده. حکومت باید واضحا لایحه کاری را برای زنان و ترتیب تحصیل دختران اعلام کنه. سخنگویان متاسفانه همشان اعتبار خود از دست دادند. پس از نشر نامه اصلی وزارت اقتصاد مبنی بر تعلیق کار زنان در سازمانها، شماری از نهادهای حکومت رسان فعالیت خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و برخی از آنها گفتند که این تصمیم کار آنان را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس گزارش ها وزارت امور خارجه پاکستان به سفارت ها و قنصلگری های این کشور در کشورهای اروپایی دستور داده است که تا تاریخ نامعلوم برای افغان ها ویزا صادر نکنند. در مکتوب وزارت امور خارجه پاکستان که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، از نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در برخی
کشورها خواسته شده است که برای افغانها ویزا ندهند. اسلام آباد رسما در این مورد چیزی نگفته است. در همین حال آگاهان تصمیم کشور پاکستان را به چشم شک میبینند و میگویند که غیر ممکن است پاکستان چنین اقدامی را علیه افغانها انجام داده باشند که بر اساس آن آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند. با گزارش رسانه های پاکستانی، این کشور پس از آن تصمیم گرفت که اخیراً سفارت پاکستان در سویدن برای 1600 افغان که سند جعلی سویدن را داشتند ویزا صادر کرد. در یک مکتوب مربوط به وزارت امور خارجه پاکستان که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، از نمایندگی های دیپلماتیک این کشورها در بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند، ایرلند، ایتالیا، بلژیم، اسپانیا، یونان، اتریش و سوئیس خواسته شده است برای افغانها در این کشورها ویزا صادر نمی کنند. در این مکتوب که در تاریخ 8 ماه فوریه صادر شده است آمده است. بدین وسیله به ایضا کنندگان هدایت می شود که در مستانی حیعتهای نمایندگی نمی توانند برای اصلای افغانستان هیچ نوع ویزا صادر کنند. این موضوع با تایید مراجع با صلاحیت صادر می شود. در همین حال آگاهان امور این تصمیم پاکستان را به چشم شک می‌بینند و می‌گویند که امکان ندارد پاکستان چنین اقدامات را علیه افغان‌ها انجام دهد و این کار آنها را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. پاکستان و افغانستان همسایه هیوادونه دي یو د بل حقوق سره لري، خصوصا افغانستان چې دي هغه جنگ ځپلې وادي په پاکستان باندې ډېر حقوق لري. زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دې خپلو خلکو ته په دغو مملکتو کې ویلي په اروپایي مملکتو کې چې افغانان ته ویزه مه ورکوي، او دا که چیرې وي هغه به هم زما فکر باندې داسې یو څوک وي چې هغه به د افغانستان سره تعصب ساتي. لیکن نه، ښه خبره به دا وي چې دواړه ملکونه چې دي هغه خپل په مابینځ کې همسایتوب سره وپالي. در همین حال گفته می شود که این تصمیم پاکستان باعث ناراحتی افغانهای مقیم این کشور که به کشورهای اروپایی سفر می کنند خواهد شد. پاکستان در حال صدور ویزا برای افغانها را در کشورهای اروپایی به تأخیر انداخته است که خرید ویزا برای افغانها دشوارتر شده است. در دو روز گذشته 80 میلیون دلار کمک های بشری به افغانستان رسیده است. افغانستان بانک در یک خبرنامه گفته است که این کمک ها به یک بانک خصوصی در این کشور سپارده شده است. این بانک در طی خبرنامه از جهان خواسته شده است که این کمک ها باید از طریق بانک صورت گیرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یک بار دیگر تاکید کرده است و گفته است که باید بر روی دختران دروازه های مکاتب و پانتون ها بازگشایی شوند. این اداره در یک توییت گفته است که هیچ کسی حق ندارد حق تحصیل و تعلیم از دختران را بگیرند. این در حالی است که 510 روز شده اند که دروازه های مکتب ها بر روی دختران مسدود اند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که میزان داد و ستاد تجارتی میان افغانستان و روسیه افزایش یافته است. او دیروز تایید کرده است که امسال واردات مواد خوراکه و مواد سوخت از روسیه زیاد شده، زیرا مسکو در شرایط اموال و وارداتی خود به افغانستان سهولت به میان آورده است. واردات از روسیه زیاد شده، اما در سال 2021 میلادی 66 میلیون دلار واردات داشتیم و در 9 ماه سال 2022 میلادی نزدیک به 70 میلیون دلار واردات بلند رفته و همچنان افزوده که صادرات کشمش افغانستان که بزرگترین قلم صادراتی را به روسیه تشکیل می‌دهد هم بلند رفته است. از نرخ ارزها بدانید. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان. و به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر.